این آقای پیانیست که یه نوازنده خیابونیه، یه روز یعنی یه شب که داشت توی خیابون اجرای زنده میکرد و کلی به مردم انرژی مثبت میداد، یهو این دختره از ناکجا آباد میاد و دستشو میذاره رو دکمه های پیانو و کار آقای پیانیست رو خراب میکنه. از اونجا میره، اما چند دقیقه بعد دوباره برمیگرده و همون کارو بازم تکرار میکنه، اما این بار پیانو رو میندازه رو زمین و کلن کار آقای پیانیست رو خراب میکنه. دوستای دخترم که اون ورداشتن هرهر و کرکر با آقای پیانیست میخندیدن و کلی مسخرش میکردن. بالاخره اینا هم دوستای اونن دیگه. دخترم این ور خم میشه و هرچی پول آقای پیانیست توی این مدت جمع کرده بود و ور میداره و با خودش میبره. اینجاست که دیگه آقای پیانیست صداش در میاد و میگه هوی اونا پولای منه، کجا میری؟ مردم شروع میکنن به هو کشیدن براشون، چون واقعا کارشون زشت بود، اصلا یه کار غیر انسانی بود. بعدم کمک آقای پیانیست میکنن تا وسایل و پیانوشو از روی زمین جمع کنه و خودشو جمع و جور کنه. حتی یه نفرم داشته از اونجا رد میشده، وقتی میبینه همچین داستانی پیش میاد هرچی پول توی کیفش بود و میده به آقای پیانیست. فردای اون روز آقای پیانیست ویدیو این کارشو توی پیجش آپلود میکنه، اما روی این ویدیو مینویسه که من دوست ندارم به خاطر این ویدیو کسی آسیب ببینه. اما به نظرتون قرار نیست کسی آسیب ببینه؟ مخصوصا اون دختره. خلاصه بعد از اینکه اون ویدیو رو آپلود میکنه، اون ویدیو کلی وایرال میشه و 3 میلیون ویو میگیره. مردم بعد از اینکه این ویدیو رو میبینن خیلی شاکی میشن از دست دختره که چطور گذاشته همچین کاری بکنه. برای همین روز بعدش نه تنها همه صفحات مجازی دختره رو پیدا میکنن، بلکه صفحات و شبکه‌های اجتماعی همه فک و فامیل و جد آبادش رو پیدا میکنن و شروع میکنن به پیام دادن و بد و بیرا گفتن به اون دختره. حتی به خانواده‌اش هم پیام میدن. و وقتی دختره میبینه که دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد و همه از این کارش بدشون اومده، یه متن توی فیسبوکش آپلود میکنه که خلاصه متن میشه که من غلط کردم، فقط لطفاً دیگه به خانواده‌ام پیام ندید. بعد از اونم هرچی پیج توی صفحه های مجازی داشت و پرایوت کرد. اینه نتیجه قلدری.